بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت عزیزان، جلسه 19 از جلسات دوائی و موانع سلوک دیندارانه در جهان مدرن رو آغاز میکنیم. در نوبت پیش به قصه نزاع علم و دین رسیده بودیم، نه برای حل این نزاع، نه برای دادن برونشوی از گره هایی که در این مسیر افتاده است، بیشتر از جهت دادن جغرافیای معرفتی جهان جدید و اینکه دینداران در چه جهانی با چه مشخصات و مختصاتی زندگی میکنند و از اهم آن یکی رو که قبلا به تفصیل آزمودیم سکولاریزم بود و دیگری عبارت است از غلبه و قوت علم تجربی در جهان جدید که علی الظاهر جا رو برای اندیشه دینی و دینداری تنگ کرده است و اصناف شبهات پدید آورده و دینداران رو به حسب ظاهر در موضع دفاعی قرار داده است که باید بکوشند تا خود رو از این ورطه بیرون بیاورند و سر رو بالا بگیرند و مفتخرانه دینداری خود رو ابراز و اعلام بکنند. نوبت گذشته باز هم نه در مقام اثبات خدای دینداران یا اثبات خدا، بلکه بیشتر برای تصحیح محل مورد نزاع و تصویر به دست دادن تصویر درستی از صورت مسئله، من نکاتی رو خدمت دوستان عرض کردم. اجمال آن این بود که خداوند رو جدا از این عالم دیدن به هر صورتی و به هر نحوی یک خطای بزرگ در تصور است و از این خطا خطاهای دیگر می زاید. عموم کسانی که در فهم نسبت خداوند با جهان مشکل دارند، عموم دانشمندانی که در عصر جدید با پیشرفت‌هایی که در دانش بیولوژی و فیزیک و آسترونومی فکر می‌کنند که جا بر خداوند تنگ شده و در اونجاها که خدا دست تصرف می‌گشود و در عالم تغییراتی می‌داد، حاجتی به وجود او نیست به خاطر اینکه علم پاسخ دشواری‌ها رو داده است، به گمان من و به گمان عموم فلاسفه بزرگ الهی، اونها همه دچار این خطای در مقام تصور هستند. به جای خدا چیزی رو خدا انگاشتند و به عوض درک درست از رفتار او و فعل او درک ناسوابی رو نشاندند و با این ایده مشوش مقشوش به داوری دست بردن و داوری ها هم علل عموم منفی بوده است. گفتم که ریشه مشکل این است که آدمی خدا رو جزئی از جهان ببیند، یا به تعبیری که آوردم جزو پیچ و مهره های این عالم ببیند و گمان کند که تقسیم کاری صورت گرفته است بین خداوند و بین نیروهای مادی و طبیعی این جهان، که پدیده ها از جهتی معلول این نیروهای طبیعی هستند و از جهتی هم معلول خداوند هستند. تا یک جایی و به اندازه‌ای رو نیروهای طبیعت مدد می‌رسانند و پدیده رو مهیای وجود می‌کنند و به اندازه خداوند هم آنگاه به صورت نیروی دیگری در کنار آنها و در عرض آنها به صحنه می‌آید و کار رو تمام می کند و سببیت و علیت تامه می شود و پدیده پا به وجود می گذارد. این درک خب درک فوق العاده ناقص و البته خطرناکی است. مثالی که می زدیم در نوبت های قبل که از مثال های بسیار مشهور در تاریخ علم است، قصه نیوتن است و قصه لاپلاس و قصه عموم منجمین پیشین که گمان می‌کردن که خداوند مستقیماً دخل و تصرفی در گردش افلاک دارد. و وقتی که لاپلاس
پنداشت که میتواند حرکات افلاک رو و سیارات رو با نیروهای طبیعی تبیین بکند، گفت که من حاجت به فرضیه‌ای به نام خداوند ندارم. یعنی حقیقتاً درست میگفت، اگر خدا از جنس فرضیات باشه، از جنس فرضیات شبیه فرضیات علمی، اونگاه با درآمدن فرضیات کاملتر او باید راه گریز در پیش بگیرد و جایی برای او باقی نمی‌ماند. خب در تئوری تکامل ما عیناً این رو دیدیم، در تئوری‌های زمین شناسی عیناً این رو دیدیم، در روان شناسی و روانکاوی و روانپزشکی این مسائل و پدیده‌ها مشاهده شد. همه جا گویا خدا عقب نشینی می‌کرد، برای اینکه جاهای خالی رو که علم هنوز پر نکرده بود خدا پر می‌کرد، و وقتی که علم پر کرد جایی برای خدا و حاجتی برای او نماند، چه در تبیین حرکت سیارات و افلاک، چه در تبیین پدید آمدن جانداران در روی زمین، و چه مسائل دیگری که هر روز و هر سال یک صفحه جدید در دفتر علم باز می شد و نشان از پیشرفت تازه می داد و عقب نشینی خداوند. مارکسیست‌ها البته و ماتریالیست‌ها این نکته رو برگرفتن و شادی کردن و جشن گرفتن که بین علم و خدا تضادی است که تضاد حل نشدنی است. این هر دو تا هیچگاه به آشتی نمی‌رسن و پیروزی هم تا کنون با علم بوده است، یعنی خدا رو به عقب نشینی واداشته است. نباید ما انکار بکنیم که خدای عوام، خدای عامیان یک چنین خداییست، خداییست که در اثر پیشرفت علم باید پس بنشیند. ما عوام مردم رو هم در مسلمانان هم غیر مسلمانان خوب میشناسیم، فکر میکنن که خدا که میگوییم باد رو میفرستد، باران رو میفرستد و غیره، واقعا یه نقصانی در تبیین‌های طبیعی وجود داره که ما باید حتما پای خداوند رو هم به میان بیاوریم تا ماجرا تکمیل بشود، در حالی که این خدا البته خدای دینداری معیشت اندیش است به تعریفی که همیشه گفتم، و وقتی که پا به صحنه و مرحله دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش بگذاریم، قصه قویاً فرق می کند و اونجاست که اقوال فیلسوفان برای ما حجت می شود و چراغ راهنما می شود تا خدای صحیح رو از میان این اوهام و خرافات کشف کنیم و او رو بر مسند معبودیت بنشانه. خب حرف من این بود که اگر خدا هست این جهان هست، و اگر خدا نیست این جهان نیست، لذا همه یا هیچ است. خدا بعضی از این جهان نیست، خدا به علاوه این جهان نیست، در کنار این جهان نیست، جزئی از اجزای این جهان نیست، هیچ کدوم. اون نسبتی که خداوند با این عالم دارد، اگر خدایی باشه، تصور صحیحش این است که خداوند با وجود او تمام عالم موجود می شود، با نبودنش تمام عالم ناپدید می شود. این چنین نیست که عالم یعنی جهان ما فقط در بعضی از نقاط به او احتیاج داشته باشه، یکی دو تا پیچ و مهرهاش کمه که خدا اونا رو تکمیل کنه، نه اینطور نیست. جهان پیچ و مهرش کامل است، کامل کامل، اما اون چه که از خود ندارد وجود است. اون چه که از خود ندارد هستی است، بر پای خود نمیتواند بایستد. بهترین مثال، مثالی است که بعض از فیلسوفان زدند، مثال تصویر در آینه. شما ملاحظه کنید تصویر در آینه همه چیزش کامله، یعنی منظور منطبق است بر اصل. یک موجود زیبا رو، یک گل رو، یک درخت رو در مقابل یک آینه بگیرید، همه اونچه که در درخت هست اونجا هم هست. یعنی اگر درخت میوه داره اونم میوه داره، اگر این درخت در اثر باد تکان میخوره اونم در اثر باد تکان میخوره، همه چیز به همون رنگ. اما اون چیزی که تصویر نداره وجود است، یعنی وجود خارجی نداره، فقط وجود تو آینه داره، اما به حسب ظاهر همه چیزش درسته. خیلی غلط است که ما فکر کنیم اون موجود خارجی بخشی از اون تصویر در آینه است. اشتباه. وجود خارجی تأثیرش در تصویر آینه است، با بودن او اون تصویر هست و با نبودن او اون تصویر نیست.
همینو بس. اما اونی که در بیرون ایستاده این چنین نیست که مثلا در تصویر آینه بخواد دخالت کنه اون تصویر رو تکمیل بکنه. این قصه در مورد ما و خداوندم همینطوره. این مثال آینه مثالیست که دیگران هم از فیلسوفان زدن و مثال بسیار خوبیست. هیچ چیزی از تصویر آینه متکی به خیشتن نیست، سر تا پا متکی به غیر است، متکی به اون موجودی است که در بیرون ایستاده است و هیچ چیزش واقعی نیست. یعنی شما اگر ببینید که تصویر مثلا آتش گرفته، واقعا آتش نگرفته. اگر آتش میگرفت خب اون آینه میسوخت. شما فیلمی که میبینید، توی فیلم این همه جنگ میشه، نزاع میشه، خونریزی میشه، آتش سوزی میشه، ولی پرده سینما نمیسوزه، برای اینکه اون آتش تصویر آتشه نه خود آتش. این همون حرف جناب افلاطونه که هیچ چیزی تو این عالم واقعی نیست، همه از جنس تصویر آینه است. منتها اون میگفت تصویر در غار، و واقعیت اینها یک جای دیگری است. نسبت خدا با این عالم رو یک چنین نسبتی باید تصور کرد، در غیر این صورت ما به خطا خواهیم افتاد. علم خداوند به این جهان، علم اوس به این آینه، یعنی گویی که تو این آینه داره نگاه میکنه. اراده او همون که خود او تکان میخوره، به فرض تصویر هم تکان میخوره، نه اینکه اراده زائد بر ذاتی هست، خودش ساکن نشسته بعد به تصویر اشاره میکنه میگه تو حرکت کن، نه اینطوری نیست. این شیوه ما آدمیان است. اون چه که در خدا میگذرد، اگر بگوییم که چیزی در او میگذرد، در مخلوق او مثل تصاویر آینه‌ای منعکس میشود. و بر این قرار است که شما نسبت آینه و تصویر و صاحب تصویر رو چنان که گفتم نسبت همه یا هیچ می‌یابید، نه اینکه این صاحب تصویر جزئی از تصویر آینه باشد. ما در مورد خداوند عیناً چنین تلقی باید داشته باشیم. ما تصاویر همه یونیورس، یعنی ما همه عالم، هم از مادیات و روحانیات هر چه که هست، همه تصاویری هستیم که 100% متکی به او هستیم. هیچ اصالتی از خودمون نداریم، بر پای خود نایستاده ایم، وجود ما از جای دیگری میاد و اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. قوانین عالم هم همینطور است، خواص مواد این عالم هم همینطور، همه این نیروها به او متکی هستند. او مؤثر است، یعنی این، یعنی این که وقتی چیزی اثر میبخشد، اثر بخشی رو او عنایت میکنه. او عنایت میکنه نه به این معنا که بلند میشه میاد و دخالت میکنه، یعنی او رو چنان آفریده و چنان پشتیبانی میکند که او مؤثر واقع میشود. بازم مثال تصویر در آینه رو پیش چشم داشته باشید تا این سخنان وزن خود و جایگاه خود رو پیدا کنن و تصویر درستی پیدا کنید. حالا ببینید، به این معنا البته هر چه در این عالم می شود در واقع پشتوانش خداوند است. بدون او هیچ چیز امکان وقوع نداره. من یه باری که بحث می کردم در لندن بودیم، در اون سلسله جلساتی که مربوط بودن توضیح می دادن راجع به خداوند بی صورت، این نکته رو ذکر کردم. گفتم در کلام جدید در مسیحی ها و یهودی ها این سوال خیلی مشهوره. میگن در هولوکاست، در حادثه هولوکاست که بر حسب نقل 6 میلیون یهودی سوزانده شدن، خدا کجا بود؟ این چه خدای رحیم و رحمان است که ایستاد و تماشا کرد و مخلوقاتش آدمیان رو با زجر و شکنجه و مشقت سوزاندن و او هیچ عکس العملی نشان نداد؟ خب سخنه من این بود که خدا همون جا بودم، وسط معرکه بود، جایی نبود، کنار وای نستاده بود. اصلا ما کنار ایستادن نداریم برای خدا. همه جا در همه امور، چه امور خیر چه امور شر، چه عدالت ها چه ظلم ها که در این عالم واقع می شود، چه زلزله ها چه تخریب ها چه سوختن ساختمان پلاسکوت، خدا در اون وسط ماجراست. اصلا همه چیز ماجراست، همه کاره ماجراست. ما اصل این مطلب، یعنی اصل این سوال از یک تصور باطل برمی‌خیزه که در اون حادثه خدا کجا بود،
که گویی خداوند گاهی به حوادث نزدیک میشه، گاهی از حوادث دور میشه، یه وقت روشو اون ور میکنه، یه وقت این ور میکنه، بعد به بعضی حوادث نزدیکتره، از بعضی حوادث دورتره مطلقا. اینا خب تصورات نادرستی است. اگر بنا باشه خدایی باشه و جهانی باشه، خدا نسبتش با همه موجودات یکیست، فاصلش یکیست، به بعضی از موجودات نزدیکتر نیست. اون قرب الهی اون یک چیز دیگر است، اون رو کنار بذارید. الان از حیث موجودیت داریم بحث میکنیم. از این حیث هیچ تفاوتی بین هیچ موجودی نه. همونقدر پیغمبر محتاج خداوند است که ابن ملجم مرادی فی المثل، فرق نمیکنه. و یا شبر ابن ذلجوشن، اینا همشون به یک اندازه ممکن الوجودن، به یک اندازه محتاج خداوندن و پشتوانشون اوست و بدون او هیچ محزند و صفر مطلقن و از اونا هیچ کاری بر نمیاد، هم تصاویر آینه ای. خب ما این رو که گفتیم و من امیدوارم که این به درستی فهم بشود که یه وقتی مشکلی پدید نیاد. لذا بعضی از برهانها که به ظاهر برای اثبات وجود خدا ذکر شده و در تاریخ علم کلام و در تاریخ فلسفه هم هست و دستاویز باره از منکران شده، فی المثل دستاویز آقای ریچارد داکینز و البته کثیری از منکران، برهانهایی است که در آنها سعی می شود اثبات شود که در یک جایی در طبیعت خداوند باید دخالت بکنه تا یک عرابهی به راه بیفته، تا یک پدیدهی به وجود بیاد. یعنی همون God of Gaps، خدای خلعها، خدای رخنها، خدای رخنپوش، خدایی که جاهای خالی رو پر میکنه. کدوم جاهای خالی؟ جاهایی رو که علم خالی گذاشته، یعنی علم توان تبیینش رو نداشته. در قصه تکامل جانداران این مطلب از همه جا مشهورتره، اینقدر کتاب در این باب نوشته شده. یه عده‌ای تصور میکنن اگر ثابت کنن که این بدن موجودات زنده و همچنین تحولی که موجودات زنده به تدریج پیدا کردن تا به انسان رسیده، اگر ما ثابت کنیم که نظمی دارد و تصادفی نیست، آنگاه ثابت می شود که خداوند ناظم بوده است. این همون نکته است که، یعنی همون انحرافی است که در اینجا اتفاق می افته. بسیار خوب، شما ثابت کنید که، و احتمالاً هم این چنین هست، یعنی هستند کسانی که معتقدند که جانداران چنان نظمی دارند که نمی توان اون رو به تصادف سپرد. یعنی گفت که همین مواد در شرایط مختلف و هم برخورد میکردن، حالا چه در حالتی که از جنس مولکول‌های شیمیایی بودن و یا بعدن که به صورت تکسلولی و پرسلولی در آمدند و غیره، بینشون هم تنازع بقا بود و اونها که مناسبتر بودن ماندن و تا به وضع کنونی رسید. خب شما با هر ذره بینی که نگاه کنید در موجودات زنده، چشمشون رو ببینید، قوه هاضمه‌شون رو ببینید، قوه مولدشون رو ببینید و این جهازاتی که در این موجودات نهاده شده، واقعا حیرت انگیزه. کاری که ایولوشنیست‌ها و ماتریالیست‌ها کردن این است که خدا رو برداشتن، به جای زمان رو گذاشتن. دقیقاً میگن شما به ما زمان بدید همه اینا رخ میده. شما فکر میکنین این چشم آدمی یه روزه و یک ساله درست شده؟ نه، 700 میلیون سال، 700 قرن یا بیشتر بود که طول کشیده تا خورده خورده اینا بر هم جمع شده. تازه این چشم آدمی مگه نظم کامل داره؟ یکی از این بایولوژیست های اِوولوشنیست، یه خانومی نوشتش رو میخوندم، الان اسمشم یادم نیست، از اینایی که خب از کمپ آقای ریچارد داکینز بود، نوشته بود که من یک دوست پسری داشتم که با هم که دیتینگ میکردیم و میرفتیم بیرون و غذای میخوردیم و اینا، این آقای دوست پسر خیلی چشمای منو تحسین میکرد، میگفت چه چشای خوشگلی داری، چه چشای زیبایی داری، خدا چه چشمای قشنگی بهت داده. میگفت من همیشه در جواب بهش میگفتم تو اگر میدونستی که چشم چه ساختمانی داره این رو به من نمیگفتی، از کجا اولا اومده، ثانیا این چشم خیلی عیبا داره که هنوز به اون کمالی که تو فکر میکنی نرسیده، ممکنه 500 میلیون سال خیلی بهتر از این و کاملتر از این باشه. لذا همینطوری از سر جهالت اینقدر چشمای من رو تحسین نکن.
ببینید این یک نکته جالبی است. ما همه در نیمه راه تکاملیم، این درسته، هیچ کسی نمیتونه بگه که تکامل متوقف شده. البته داروین گله داشت و خیلی هم گله هوشمندانه داشت، میگفت بد شد که در پایان سلسله جانداران آدمیان به وجود آمدن، برای که آدمیان تکامل رو یا متوقف میکنن یا معکوس میکنن. درستم میگفت، امروز دیگه این برای ما خیلی مشهود هم شده. میگفت طبیعت هر موجود ضعیف البنیه رو از بین میبره، اما آدمیان به جای رسیدن که همین موجودات مردنی ضعیف البنیه رو نگه میدارن. یعنی بچه هایی که از مادر به دنیا میامدن در گذشته، در 200 سال پیش، که ضعیف بودن، مردنی بودن، نمیدونم معلول بودن، عقب افتاده بودن، اینا پس از مدتی یا در همون زادن یا بعد از 1-2 سال حذف میشدن. اما طب جدید اینا رو حذف نمیکنه، اینا رو نگه میداره. بسیاری بیماری ها بود که در گذشته آدمیان رو، اونایی که ضعیفتر بودن، حذف میکرد. طب جدید با دارو، با واکسیناسیون و غیره اینا رو نگه میداره. داروین گلهش این بود، میگفت که تکامل به جای رسیده که به طریق به قول هگل آنتیتز خودش شده، اینه داره بر ضد خودش عمل میکنه و آدمی داره کارایی میکنه که مسیر تکامل رو معکوس کرده یا متوقف کرده. خب این اتفاق افتاده. اما اگر همچنان ما فکر کنیم، چنان که بعضی ها نوشتن و من دیدم که به دلیل اینکه دیگه امروزی ها اینقدر به صفحه های مانیتور و کامپیوتر و تلویزیون و غیره نگاه میکنن، احتمالاً 50 سال بعد آدمی ها خیلی چشمای بزرگتری از حالا خواهند داشت. خب خیلی چیزا عوض خواهد شد اگر 50,000 سالی بماند و آدمی بماند و کره زمین بمونه، و الا این مقدار مواد منفجره که الان تولید کردن و بمبای اتمی که این ابرقدرت‌ها تولید کردن، میگن برای 10 برابر منفجر کردن یک موجودی و 10 برابر کره زمین کافیه. بنابراین معلوم نیست چیزی برپا بمانه، قیامت قائم خواهد شد. اما اگر به قیامتی نرسیم و این بره جلو، خب ماها خیلی تفاوت خواهیم کرد، همه چیز تفاوت میکنه. خب ببینید، ماتریالیستا و ایولوشنیستا گفتن به ما زمان بدید به جای خدا. شما میگید این نظم رو خدا به وجود آورده، به دلیل اینکه عنصر زمان رو نمیبینید، فکر میکنید این 2000 سال و 3000 سال پیش درست شده. اینطوری نیست. داروین خودش میگفت 300 میلیون سال من لازم دارم، ولی خیلی بیشتر از زمین شناسا، خیلی بیشتر از 300 میلیون سال بهش دادن. الان تا حدود 5 میلیارد سال دادن به آقای داروین، گرچه که از وقتی که موجود زنده این اولین سلول درست شده 5 میلیارد سال نیست، خیلی جلوتر آمدیم. علی ای حال زمان به حد کافی، اونا میگن با زمان همه اینا حل خواهد شد، یعنی این تکامل ها بر هم انباشته خواهد شد، موجودات ناقص و غیر قادر بر ساختن با محیط اینا از میان حذف خواهند شد و به تدریج به اینجا میرسد که رسیده است. خیلی خوب، اونایی که نمیتونن نقش زمان رو باور بکنند، و البته این ساده سازی مسئله هم هست و جای بحثش اینجا نیست، به علاوه خیلی از تکاملگرایان توضیح دادن که حتی با همون زمان و نشاندن زمان به جای خدا، بعضی از اتفاقاتی که در موجودات زنده افتاده قابل طبیعی نیست و محاسبات احتمال شناسی هم نشان نمیدهد که پاره از این حوادث به راحتی و با احتمال کم رخ بدهند، خب باعث شده که این رو یه عده‌ای به دست بگیرن، میگن پس ما یه برهانی داریم به نام برهان نظم. چون نظم در عالم هست و به شیوه های دیگه نمیشه اون رو تبیین کرد و توضیح داد، لذا یه دستی که بهش گفته میشود دست الهی در عالم تصرف کرده و این نظم ها رو به موجودات بخشیده، پس وجود خدا ثابت شد. این همون چیزیست که من با سخنانی که گفتم میخوام انکارش بکنم. من 2 بار 2 ترم برهان نظم درس دادم به شاگردانم در ایران، و نتیجهی که براشون میگرفتم این بود که این برهان برهانیت نداره، یعنی قوتی نداره، علارغم این که به ظاهر خیلی قوی میاد و اصناف ادله میتوان آورد که حیرت آور است، مبهوت کننده است حقیقتا برای عالم و جاهل. این اسرار حیرت انگیزی که در وجود جانداران هست، در یه سلول تنها هست، با همه این احوال نتیجه بگیریم، یعنی فیلسوفان نمیگذارند ما این نتیجه رو بگیریم که پس
در اداد و در کنار این نیروهای طبیعی و قانونها یک چیز دیگری علاوه بر این خواص و نیروهای طبیعت لازم بوده که اونم اومده در طبیعت و در کنار اونها و علاوه بر اونها یک کاری کرده، یک پیچی رو پیچونده، یک مادهی رو گویا تزریق کرده که این نظم پدیدار اومده. اگر این نتیجه رو ما بخوایم بگیریم، نتیجه درستی نیست، یعنی یک تصور نادرستی از خداوند، همون تصور نادرستی که به انکار خداوند راه خواهد داد، یعنی همون تصوری که علم در حقیقت رفته رفته با او خواهد جنگید و او رو بیرون خواهد کرد. میگم اینجا من در مقام جواب هیچ مسئله‌ای نیستم، فقط میخوام بگم که اگر رد میکنیم باید بدانیم چی رو رد میکنیم، اگر قبول میکنیم باید بدانیم چی رو قبول میکنیم. اگر از این صورت مسئله درک و استنباط نادرستی داشته باشیم، البته رد و قبول ما ارزشی نداره. ببینید، من حالا نظر خودم رو اینجا فقط تو پرانتز میگم. آره، چرا برهان نظم یک نتیجه‌ای داره. این اگر ما واقعا قبول کنیم که یه نظمی هست که غیر قابل تبیین است با محض نیروها و قوای طبیعی، باید قبول کنیم که یه شعوری هست، اما این شعور در ماده است. یعنی در حقیقت همونی که عرفای ما هم میگفتن و ما فراموش کردیم که این ماده حس و حال داره، حواسش جمعه، شعور داره، و این جزو خلاصه تحفه های جهان جدیده که ماده رو برای ما بی جان و بی شعور کرده است. و ما فکر میکنیم که یک تفاوت خیلی درستیکی هست، یک تفاوت خلاء پرناشدنی بین موجود جاندار و موجود بی جان. اصلا و ابدا اینطوری نیست، و این از همون نتایجی است که بعض از فیلسوفان جدید هم گرفتن. اون بار که اینجا ذکر میکردم راجع به اون فیلسوف هارواردی در کتاب من ان یونیورس عرض کردم براتون که نتیجه گیری اونم همینه، با اینکه اتئیست است، یعنی به خدا اعتقادی نداره، ولی میگه که دریافت ها و پیشرفت های جدید جنتیک، مولکولار بیولوژی و امثال اینها به ما میگوید که یه درکی، یه آگاهی، یه شعوری یک جای هست، اما من نمیتونم قبول کنم بیرون از ماده است، بلکه باید برای ماده به نحو من الانها یه درکی قائل بود که میتواند خودسامانگر باشه، یعنی خودش رو چنان موزون کند و میزان کند که این پدیدها از دل او بیرون بیان. به گمان من این خیلی نتیجه گیری صحیح علمی و فلسفی است. اما اینکه این موجودی که ما ماده مینامیمش، که ملا صدرا هم معتقد بود که درجه از وجود و لذا درجه از حیات، درجه از اراده، درجه از شعور رو داره، این خودش از کجا اومده؟ یعنی همون قصه همه یا هیچ، نه اینکه اجزاء او از کجا آمدن، خودش من حیث المجموع از کجا آمده است، این همون سوال صحیح خداشناسان است. نه اینکه فلان جزء در ماده از کجا آمده است، اون فلان جزء از ماده، ماده خودکفاست، خودش یه جوری ساخته شده است که خودش رو سامان میدهد. نمیشه پرسید فلان جزء از کجا آمده بگیم اینش خدا فرستاده. نه، همش رو خدا فرستاده اگر خدایی هست، و اگرم خدایی نیست هیچیش رو خدا نفرستاده، یا اگر خدایی نیست اصلا نباید چیزی باشد، بنابر اعتقاد موحدان. امیدوارم این مسئله روشن باشه، و حالا سوالی هم بود ایشالله در باره سخن میگیم. نکته دیگری که نوبت قبل اشاره کردم و دوباره یادآوری میکنم چون اهمیت داره، عبارت است از همون دید توتیانه، دید تنگ نظرانه توتیانه، که ما گمان کنیم که برای حدوث حوادث یک یا دو مسیر بیشتر متصور نیست، اونم مسیرهاییست که ما تا کنون شناخته ایم. این هم خطاییست که عموماً مرتکب می شود، عموماً، اون هم به نام علم، در حالی که حقیقتاً ماجرا این است که حدوث حوادث در این جهان می تواند اصناف علل و اسباب داشته باشه. پاره یاد این اسباب و علل بر ما مکشوفه، پارهش هم مکشوف نیست، پارهش هم ممکنه هرگز مکشوف نشود، اما ما حق نداریم ترد کنیم، نفی کنیم، انکار کنیم و بگوییم که الف
فقط از راه به حادث می شود و هیچ راه و هیچ مسیر دیگری ممکن نیست. این واقعا یک لافیست، یک ادعای گزافیست که هیچ فکر سالمی زیر بار او نمیره. به اینجا که رسیدیم، خب من وعده دادم که دو نکته رو اینجا خدمت شما مطرح کنم. گفتم که مخصوصا برای تفکر دینی این نوع و نحوه از خداشناسی دو سوال فربه رو پیش می آورد که این سوالا رو باید جواب داد. بازم باید جواب داد نه برای اثباتشون، فقط برای تصورشون، تصور صحیحی از اونها در جهانی که همه چیز ما رو دعوت میکند به اینکه درک غلطی از اینها داشته باشیم و با اون درک غلط اینها رو نفی و انکار کنیم. اون دو چیز، یکیش دعا بود، یکیش معجزه بود، که هر دوتا از مقولات خالصا دینی هستند، مخصوصا دعا. و این دوتا در حقیقت هم جنس و هم خانواده هم هستند. یعنی اگر ما قصه دعا را حل کنیم معجزه حل میشه، قصه معجزه را حل کنیم دعا حل میشه. این دوتا کاملا از یک سنخن و بسی چیزهای دیگری که در عالم ادیان از آنها ذکری میرود و در جهان جدید مورد تردید قرار گرفته است. ببینید، باز در اینجا مسئله همان است. شخص دیندار تصور میکند، یعنی عموم دینداران توی همه مسالک و مذاهب در دینداری معیشت اندیش عامیانه، که با دعای ما خداوند یک تصرف تازه‌ای در این عالم میکند، همونی که ما تا کنون نفیش میکردیم، همونی که تا حالا میگفتیم که چنین تلقی از خدا نباید داشت. من که دعا میکنم که خدا کسی رو شفا بده، دعا میکنم که مثلا قیمت ها بالا بره پایین بیاد، دعا میکنم خدای خونه ای به ما بده، اینا خب توقع هم این استش که از غیر این اسباب و علل مادی در یک جایی از یک رخنه خداوند نفوذ کنه در این عالم و خونه ای به من بده. نمیدونم، فرض کنید که اون نویسنده خیلی شوخ آمریکایی کی بود، نوشته بود که من نوجوان که بودم هر شب دعا میکردم خدای دوچرخه به من بده، خیلی دوست داشتم، هر شب دعا کردم دایم. آخرش به ذهنم رسید، رفتم دوچرخه دوزیدم، دیدم از اون راه که نمیده. بعد هر شب دعا میکردم خدای منو ببخشه. گفتم خدا ممکنه از دستش بیاد ببخشه گناهان رو، اما دوچرخه نمیفرسته. خب حالا شما نگاه کنید که ما حتی در همین استغفار هم این مطلب هست، ولی حالا در امور مادی این ماجرا خیلی آشکارتره. وقتی دعایی میکنیم که مثلا بارون بیاد، دعایی میکنیم که بیماری شفا پیدا بکنه، معناش چیه؟ معناش نزد عامه مردم من دارم عرض میکنم، و معنا چیزی نیست همون جز همون که در ذهن عامه میگذرد. من ممکنه بعداً تعریف بکنم، تعریف چیزی دیگری است، معنا همین است. یعنی درکی که عامه دینداران دارن این است که گویا با علل و اسباب موجود یک وقوع حادثه نامحتمل است یا ناممکن است، ما از خداوندی که دور از ماست و بیرون از طبیعت است و بیرون از یونیورس است ولی ناظر بر یونیورس است، تقاضا میکنیم که یک دخالت استثنایی بکند و حادثه ای رو که اگر او دخالت نکند رخ نمیداد الزام کند که رخ بدهد. آیا غیر از این است؟ چیزی غیر از اینه؟ شما به بنده بفرمایید. در ذهن عموم دینداران اینطوری است. معجزه هم عیناً همینطوره که کسی وقتی که اجازه یا خارق عادتی بر دستش ظاهر می شود، خواه پیامبر باشه، خواه از اولیاء صاحب کرامت باشه، علی ای حال کاری رو می کند که نیروهای طبیعت نمی کند و مألوف و معتاد نیست، یعنی کسی ندیده است. مثلا دعا می کنه که بارون بیاد، ما اینو خارق عادت می گیریم. یا نه، دعا هم نمی کنه، همونطور که بعضی ها گفتن مثلا پیامبر اسلام اشاره کرد به ماه و ماه شکافته شد و دو نیم شد. اگر این تفسیر یا ترجمه از اونای قرآن رو قبول داشته باشیم، یا موسی عصاش رو فی المثل افکن و اژدها شد، یا به دریا زد
و آب دریا بدونیم شکافته شد و خودشون به سلامت از رود نیل گذشتن و امثال اینها که فراوان است. در همه این موارد ما چی فکر میکنیم؟ یا به دنیا آمدن عیسی بدون پدر ما چی فکر میکنیم؟ ما میگیم که اینجا باز خداوند گویا که دخالت استثنایی کرده، حوادثی که عادتاً رخ نمیدهند و رخ ندادنی‌اند اینها رو خداوند با دخالت خاص خودش در طبیعت پدید آورده است. به همین دلیل هم هست که امروزی ها حتی اینها رو میشنون یه لبخندی میزنند و پوزخندی و که اینها خرافات گذشتگان است و علم نشون داده که اینها رخ نمیدهد و هیچ وقت هیچ کس با عصای خودش هیچ دریایی رو نمیتواند بشکافد، هیچ وقت هیچ فرزندی بی پدر یا بی مادر نمیتونه به دنیا بیاد و امثال اینا. البته دانشمندان نمیتونن همچه حرفی بزنن، اگه بعضی هم بزنن دانشمند نما هستن، حالا به تعبیر امروزی ها هیچ دانشی نمیتونه این حرف رو بزن، حتی اکثر میتونه بگه تا امروز نشده، اما اینکه هرگز نخواهد شد و ناممکن است عقلا و به ضروره چنین چیزی در عهده دانش‌های بشری نیست به هیچ وجه. اصلا این رو من خدمت شما بگم، اثبات ناممکن بودن یک امر بسیار سخته فلسفتا و علما، و اساسا ناممکن در عالم خیلی کمه، خیلی کمه. همه اون چیزهایی که میشه تصور کرد عموما ممکنن، یعنی ممکنن فقط، نه اینکه رخ میدن، نه اینکه حتما رخ خواهند داد، هیچ کدوم. اما معنیش اینه که محال نیستن. وقت ما به نام علم اگر ادعا کنیم که فلان چیز محال مطلق است، حقیقتا سخن غیر علمی گفتیم، حقیقتا سخن غیر فلسفی گفتیم. اما خب ماجرا به اینجا البته ختم نمیشه. همین که خب این معجزات اگر ما معتقدیم که رخ دادن، اینا رو چجوری باید تصور کنیم؟ رابطهشون با خدا چیست؟ من فقط همینو میخوام بگم، نه اینکه این معجزات رخ دادن یا دعا واقعیت داره و تأثیر داره، بحث این نیست. اگر یک قومی معتقدن که دعا تأثیر داره، اگر یک قومی معتقدن که معجزاتی در عالم و در تاریخ رخ داده، چگونه باید نسبت خدا با جهان رو تصور کنن تا اینها رخ دادنی باشد و علمن و فلسفتن قابل دفاع باشد و خداوند رو به منزله یه جزی از اجزای طبیعت به میان نکشد، نگوید که طبیعت تا کنون کار خود رو می کرد، برای اینکه فلان حادثه طبیعی رخ بدهد دیگه طبیعت زورش نمیرسه، ما باید خداوند رو به میان بیاریم. یادتون هست در گذشته ها بچه ها که با هم دعواشون می شد تو کوچه، بعضی که زورشون می ترف مقابل نمی رسید می رفت داداش بزرگش رو می آورد که اون وارد کتک کاری و زد و خورد بشه. آیا در مسئله معجزه و اینا داداش بزرگه رو داریم میاریم وسط چون زور خودمون نمیرسه، یعنی زور علم نمیرسه؟ نه دیگه، خداوند اصلا همونطور که گفتم، ببینید این تصویر آینه و تصویر آینه رو از نظر دور نداریم. واقعش این است که فیلسوفان ما، فیلسوفان مسلمان، من چند تاشون رو برای شما اسم ببرم، از ابن سینا آغاز کنید، ملا صدرا، مرحوم شیخ شهاب سهروردی، مرحوم ملا هادی سبزواری، مرحوم ملا عبدالرزاق لاهیجی، اینا همشون در واقع حرفشون هستش که جهان ماده خودکفاست و هر حادثه‌ای که توی این جهان رخ میده علت مادی داره. هر حادثه‌ای که رخ میده، هر چه در عالم طبیعت رخ میدهد علت طبیعی دارد. این رو فیلسوفان الهی دارن میگن، را یک قاعده خیلی مهم که کل حادثه مسبوقون به مادت و مدته. هر حادثه‌ای در زمانی و در شرایط مادی خاصی رخ میدهد و بدون اون شرایط مادی و بدون اینکه در زمان مناسب خودش باشه رخ نمیدهد. بنابراین علم به لحاظ روشی ماتریالیست است و این ماتریالیزم روش شناسانه مورد قبول فیلسوفان الهی هم هست. یعنی علم دنبال علتهای مادی میگرده و تا این علتهای مادی رو پیدا نکنه نباید از پا بنشینه، نباید بگه تا اینجا رو یافتیم بقیهش یافت شدنی نیست، بنابراین بقیهش رو خدا انجام میده. این خیلی متدولوژی غلط و بدیست. متدولوژی یا روش شناسی علم، روش شناسیش ماتریالیستیک است، یعنی جستجو در علل مادی و طبیعی میکنه
و معناش این استش که تا هر جا که تیغش میبره باید پیش بره و علل مادی رو کشف کنه و نمیتواند در جایی بنشیند و بگوید علل طبیعی تموم شد، حالا نوبت علت غیر طبیعی است یا خداست که او رو در میان بیاوریم تا تبیین پدیده کامل بشود. چنین چیزی همون روش ناسوابی است که عرض کردم. خب ما راجع به دعا چی بگیم؟ راجع به معجزه عموم فیلسوفان ما تئوریشون همین است که الان برای شما عرض می‌کنم. من امروز واقعا دوباره داشتم آثار پاره از این فیلسوفان رو ملاحظه می‌کردم، کتاب مبدأ و معاد ملا صدرا رو، اسفارش رو، کتاب عموم این فیلسوف دوباره ریویو می‌کردم که ببینم چیزی هست از نظر من دور مانده باشه، نکته تازه این عزیزان گفتن که من ندیده باشم. نه، همینه دیگه، معتقدن که دعا و معجزه معلول نفس آدمی است، نفس دعا کننده و نفس نبی، اینا خودشون جزو نیروها و موجودات این طبیعت هست. من دعا کننده انرژی پشت دعای خودم میگذارم که تأثیر در خارج پیدا میکنه. من پیامبر انرژی پشت خواست خودم میگذارم که به صورت یک حادثه در عالم خارج پدید میاد. من این رو جزو، یعنی در ضمن اصطلاحاتی که اون بزرگواران گفتن در نمیارم، ولی لبش، مفادش همین است که عرض کردم به شما. یعنی خداوند جهانی رو که آفریده، نیروی روحی که به ما داده، آگاهی که به ما بخشیده، ساحات مختلف ادراک، از ادراک حسی و خیالی و عقلی که به ما بخشیده، اینا نتایج خودشون رو دارن و از طریق اونا میتوان تصرف در عالم ماده کرد. یعنی ماده‌ای در ماده تأثیر میگذاره، یک موجود طبیعی در یک موجود طبیعی دیگری تأثیر میگذاره. و اصلا این چنین نیست که بگیم که وقتی که معجزه‌ای رخ میده خدا استثناءً در اونجا دخالت کرده. نه خیر، خداوند نیروی داده به پاره از بندگان خودش. این نیرو دادن هم باز به طریق استثنایی نیست، اینا واجد نیروهای طبیعی و روحی و معنوی هستند که قدرت تصرف در این عالم رو دارن، لذا میتوانن که چیزهایی رو جابجا بکنن، میتوانند اطلاع بر مغیبات پیدا کنن، خاطر افراد رو بخوانن. اینا در افرادی که مادون نبی هم هستن پیدا میشود. اکنون من فقط در مقام بیان چگونگی وقوع این حوادث، مکانیزمشون و نسبتشون با خداوندم. خداوند اون کسی است که تصویر در آینه را داره میآفرینه، هر چه در آینه رخ میده به دست اوست، اما خودش توی آینه نمیاد که با اون تصویر کاری بکنه. اون خودش همیشه از یه موضع دیگری در آینه و در اون تصویر تأثیر داره، اراده او در تصویر تأثیر میگذاره، منتها همون تصویری که صاحب تصویر با آینه داره، اونجور نسبت. بنابراین به خود موجودات این عالم که تصاویر خداوند هستند و ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدمی رو بر صورت خیشتن آفریده است، یعنی همون نکته‌ای که در تورات آمده و در روایات اسلامی هم هست که خیلی خیلی نکته مهمی است، ما بر صورت او آفریده شده ایم، یعنی همون قدرتی که خدا داره بخشش رو به ما داده، به ما خلاقیت هم بخشیده، ما میتونیم چیزی رو خلق کنیم. در عرصه ذهن این برای ما قدری آشناتر است، اما در عالم خارج کمتر آشناست. میتونیم چیزی رو جابجا بکنیم و چه در مقام حسی، چه در مقام خیال و چه در مقام ادراک عقلی. خلاصش این که معجزات رو پیامبران میکنند، دعا رو دعاگوها و دعاخانها مستجاب میکنند، اما چون همه اینا تو تصویر آینه است، لذا همش مستند به خداوند است. یعنی این درست است که دعا رو خدا مستجاب میکند، این درست است که معجزات به دست خداوند است، این درست است که وحی از جانب خداوند میاد. اما اینجوری که برای شما گفتم، نیروهایی که در طبیعت هستند و همه آفریده خداوندن و هر لحظه متکی به او هستند، اینا سازوکار خودشون رو دارن و مکانیزم ویژه خود رو دارن و این مکانیزم راه میدهد به حوادثی که رخ میدهد. به همین سبب هم این کارهای عجیب و غریب رو
فقط که از جنس کرامات هست یا معجزات هست، فقط آدم های خوب نمیکنه، آدم های بد هم میتونن بکنن. کما اینکه نمونه های فراوانش رو داریم، نمیتونیم بگیم اونجا خدا اومده یادشون داده یا داره کمکشون میکنه. نه، نفوس، حالا به قول حکمای ما این نفوس رذیله‌ای که اینها دارن باعث میشه که نیروی شیطانی داشته باشن و بتونن یه کارهایی رو صورت بدن. از اون ورم نیکان هم میتوانن، دعا هم همینطور است. و به همین سبب در دعا کردن شما هرچی که ببینید، در روایات هم گفتن که از دعا کردن نباید خسته بشید. آدم گاهی اشتباه میکنه، میگه که خب یعنی چی؟ اگه خدا هست و خدا داره میشنوه، خب یه دفعه گفتم، دو دفعه گفتم، اگه کر بود خدای نکرده، اگر فاصله زیاد بود، خب بله من باید برفتم نزدیکتر، ولی آخه این مسائل که مطرح نیست. گفتم، خواسته خودم رو هم به گوش او یا به عرض او رسوندم، دیگه چه معنا داره؟ اونم که وعده استجابت داده، منم که احتیاج تمام و تمام دارم، چرا مستجاب نمیشه؟ گفتن که ای اخی، دست از دعا کردن مدار، با قبول و یارد اویت چه کار؟ به قول مولانا. ببینید این دعا مثل استارت زدنه. شما 100 دفعه استارت ماشین بزنید، دفعه 101 ممکنه روشن بشه. گوش میدید چه عرض میکنم؟ نباید بگید من که استارت زدم این چرا روشن نمیشه. دعا استارت است که آدم تو روح خودش میزنه. دفعه اول، دفعه دوم، دفعه صدم، دفعه هزارم ممکنه نگیره، روشن نشه. روشن کردنش با شماست، با همین عواملی است که در اختیار شماست. روشن کردنش با شدت آتش و طلبی است که در شما پیدا بشه. هزار دفعه بگید هنوز ممکنه اون حرارتی، اون آتشی که باید پیدا بشه پیدا نشده باشه، بعد یه مرتبه گر میگیره و اون همون جایی است که ما میگیم که دعا مستجاب میشه. گفت یک چشم زدن غافل از آن شاه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. همینطوری باید چشم بدوزی به اون حاجتت، به اون قبله طلبت. این معناش این است که داره اینجا نیروهای طبیعی کار میکنه. توجه میکنه این معناش این است که همین نیروی که خدا در ما نهاده است و ما باید به کارش بگیریم و نباید فارغ دلانه و بیحال دراز بکشیم و بگیم خدای ما دعا کردیم حالا دیگه بقیهش با تو. اینطوری نیست، همش با ماست، نه اینکه بقیهش با تو، همش با ماست. همه دعا و تأثیر بخشیش از این طرف است. یعنی شخص باید این نفس رو به مرحله خلاقیت برساند و این آنگاه نتیجهش رو میبینه. به همین دلیل هم هست که شما میبینید که بیشتر دعا مستجاب نمیشه. من اون همیشه در سخنانم گفتم آدم ها خیلی خواسته دارن. اصلا اگر مدیر این عالم خدا که هیچی، یه مدیر عاقلی بود به همه اجازه نمیداد هم از او همه چیز بخوان و چجوری با دنیا رو اداره بکنه. هر کی از هر گوشه ای خواسته ای داشت، اینا هم خواسته های متخالف و متزاحم، معنی نداره. این جهان چنان ساخته شده است که به ضرورت ها جواب میدهد، نه به خواسته هایی که بر حسب میل افراد تشکیل شده است. وقتی که دعا، یعنی نفس آدمی به جایی رسید که خلاقیت او پدید آمدن حادثه رو به ضرورت میرساند، اونگاه این موجود پدید میآید. البته این موجود وجودش و ماهیتش و هر چه که بگید البته به افاضه الهی است و متکی به وجود و اراده و خواست خداوند است. معجزات هم همینطور. من این رو همیشه نقل کردم که ابن خلدون در کتاب خودش میگه پیامبر اسلام دو تا معجزه بیشتر نداشت، یکی قرآن بود و یکی وحدت بخشیدن به قبائل که هر دوتاش خیلی مهمه. ایشون میگه معجزات دیگه چندان سند معتبری نداره. او البته خب میتواند این حرف رو بزنه، برای اینکه یه مورخ وقتی که مطالعه میکنه در احوال اعراب در زمان پیامبر و جنگی که بین اینها بود، برادر کشی و خونریزی و تحمل نکردن یک دیگر، نهج البلاغه اگر نگاه کنید که اونجا هم حضرت علی با عرب‌ها سخن میگه، میگه شما وقتی پیامبر آمد در چه وضعی بودید؟ اون فساد و فقر و بدبختی اونها رو
به خوبی با یک در یک سخنرانی خیلی قوی تصویر میکنه. و با اینا آشتی کردن، اینا بینشون ائتلاف افتاد. البته بعد از پیامبر، بعد از وفات ایشون، این ائتلاف گسست متاسفانه. و خود حضرت علی هم در نهج البلاغه گله میکنه، میگه قد ملیتکم قد عادت که هیئتها، اون مرضتون دوباره عود کرده، یعنی همون اختلافاتتون. اما ابن خلدون میگوید که بله، پیامبر دو تا معجزه داشت، یکی قرآن بود که معجزه ماندگار، یکی هم که بین اینها ائتلاف و وحدت افکند و در واقع از اینها یه امت ساخت، یعنی اون تفرقهای قبیلگی رو از اینها ستاند. بعد یه بحثی داره در باب این که معجزه چگونه رخ میدهد، معجزه از هر کس اگر رخ بدهد چگونه رخ میدهد. نقل میکنه، میگوید که اینجا اقوال فیلسوفان متکلمان متفاوت است و هر کس چیزی گفته است، و اونجاست که میگوید که اما فیلسوفان گفتن که معجزه محصول نفس پیامبر است. پیامبر میتواند یک حادثه‌ای رو در عالم احداث کند، برای اینکه خودش در این جهان است و به منزله یک منبع انرژی حرکت ایجاد میکند، خلاقیت به خرج میدهد. تا اینجاش رو آقای ابن خلدون میگه. من یه وقتی یه صحبتی در دانشگاه هاروارد داشتم، همین بحث ابن خلدون رو مطرح کردم، گفتم تا یه جاش رو ابن خلدون گفته، بقیهش رو نگفته، خود به عهده ما نهاده است که بگیم. و گفتم حالا بنده میگم از قول ابن خلدون یا به تبع او و به دنباله کلام او. در واقع حرف او نستش که این قرآن هم که معجزه پیامبر است، نفس پیامبر ایجاد کرده است. همه معجزات محصول و معلول نفوس انبیاست، همون مار شدن عصا و امثال اینها. خب معجزه پیامبر اسلام اگر قرآن هست، این هم باید بگیم که به همت او و به خلاقیت او پدید آمده است، و این دقیقاً همون نظری است که حکیمان دارند و همون نظری است که کاملاً با اون خداشناسی که من گفتم موافقت و مطابقت دارد. فراتر از این بریم ما دوچار مشکلاتی میشیم که به نظر من لاینحل است. لذا هم دعا، هم معجزه، هم خرق عادات، هم کرامات، هر چه که هست، اینا اولا میبینید که از یه خانوادن، همشون در واقع معلول همتند. همت این تعبیری است که عرفای ما، این تو قرآن نیست، کلمه همت رو به کار میبردن. همت یعنی اون اراده و انرژی نفسانی که پیدا میشود و به دنبال خود حوادث رو میآفریند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که از بند غم ایام نجات هم دادند. در گذشته در کتاب‌های عارفان صوفیان اگر ببینید این کلمه فراوان به کار میره، میگه رفتم نزد فلان عارف، گفتم همتی بدرقه راه من کن، و در خود کلمات حافظم از همتم بدرقه راه کنه خضر طریق که دراز است راه مقصد و من نو سفرم. همتی همراه او میکردن، یعنی گویی یک نیروی معنوی رو پشت سر او میگذاشتن که مستقیم برود، به مقصد برسد، دوچار هلاک نشود و راه رو گم نکند. این همت همون چیزیست که از نفس بیرون میاد. دیدید یک کسی حرف میزنه در شما اثر میگذاره، یک کسی مصاحبتش بدون حرف در شما اثر میگذاره، روح او گویا که حرکت میکنه و با روح شما تماس میگیره و شما رو تحت تأثیر قرار میده. این تأثیر و تأثیر خیلی میتواند دایره فراختری داشته باشه و همه البته در طبیعت صورت میگیره. همه اینها ساز و کاری که دارن طبیعی است، چون در طبیعت هر چه که هست طبیعی است، هر چه که در تاریخ پا میگذارد تاریخی میشود، هر چه پا به طبیعت میگذارد طبیعی میشود. اینو ما یادمون باشه، در طبیعت امر ماوراء طبیعی وجود ندارد. امر ماوراء طبیعی پشت طبیعت و پشتوانه طبیعت است. چون به حسب تعریف، بنابر تعریف وقتی میگیم طبیعت یعنی طبیعت دیگه، یعنی محصول جمع شدن طبایع.
نه اینکه یه امر ماورای طبیعی هم خودش رو میون اونها قایم کرده باشه و خزیده باشه. هم چیزی طبیعت همه چیزش طبیعی است، هر نیروی هم در اینجا هست طبیعی است، اما کل این طبیعت به ماورایی مثل همون تصویر آینه به ماورای خودش تکیه میکنه. اونم چه تکیه‌ای؟ تکیه‌ای که در عمق وجودش رخنه کرده، یعنی با بود و نبود او سر و کار داره. خب اگر این تصویر من فی‌الجمله درست باشه، من امیدوارم که ما را از یک مشکل خیلی بزرگ در جهان، در یعنی برای زندگی در جهان بزرگ رهایی ببخشه. برای اینکه موانع دینداری در جهان جدید، یکیش همین نداشتن تصور صحیح از نسبت میان طبیعت و ماورای طبیعت، نسبت بین خدا و مخلوق است. اینکه من نوبت قبل هم اشاره کردم که این جهان یک صفاتی دارد که اسمش رو معقولات ثانیه میگذاریم، مثل معلول بودن، مثل ممکن بودن که در تجربه قابل کشف نیست. این دفعه همون رو گفتم، منتها گفتم مثل صفت آینه تصویر بودن. این صفت از صفاتی است که قابل کشف تجربی نیست، این همون حرف است، منتها با یه مثال گفته می شود. تصویر آینه یعنی این موجودی که بر پای خود نایستاده است، موجودی که ممکن است، موجودی که هر لحظه به او مدد می رسد و اگه مدد نرسد هیچ و نابود می شود. تو قائم به خود نیستی، یک قدم ز غیبت مدد می رسد دم به دم، به قول سعدی. این حس کردن این معنا چیزیست که باید با هم بیان فلسفی و هم در تجربه عرفانی این رو پیدا کرد. و این مثال ها همون جاها پیدا شده، همون حرفی که افلاطون زد و من نمیدونم چرا آینه رو نگفت، گفت تو غار نشستن و روشون به دیوار عقبی غار است و خلاصه تصویر بیرونی ها رو میبینن و گمان میکنن همه عالم تصویره و فکر میکنن تصاویر حقیقته. اگر روی اینها رو برگردونن به طرف در غار و ببینن حقیقتا افراد در بیرون رفت و آمد میکنن که تصاویرشون روی دیوار مقابل افتاده، اونگاه میفهمن که اصلا علم اینها، درک اینها، جهان اینها همه چیز دیگری بوده و حقیقت جای دیگری است. اما خب ما به دلیل اینکه به هر صورت کمتر میتونیم رومون رو به اون طرف بکنیم و دیدمون در پدیدارها دوخته شده است، به اون کمتر فکر میکنیم. این تصاویر آینه‌ای که همه قدرت ها رو و خواص رو خداوند در آنها نهاده است، اینها هیچ وقت برای اینکه جزئی از اجزای خودشون رو تأمین بکنن از بیرون مدد نمیگیرن، ولی کل وجودشون به عالم بیرون البته متکی است. خیلی خب، من بحث علم رو شاید یه نوبت دیگه هم ادامه بدهم اگر که ضرورت ببینم، به خاطر اینکه هنوز ماهیت علم و اینکه علم از چه چیزی پرده برمی‌دارد برای ما کاملش یعنی کاملا روشن نشده است. هنوزم یک تلقی‌ها و تصورهای خاصی ازش داریم که احتمالاً باید اون رو هم من انشالله مورد بحث قرار بدم و بعد کم کم برویم سراغ وعده‌هایی که داده بودیم در ابتدای این سخنرانی‌ها که یعنی اونها رو وفا کنیم، نقد کنیم. اینها رو همه رو مطرح کردیم که پس از جمع کردن و کنار هم نهادن اونها، جغرافیای وجود ما در عالم جدید مشخص بشود و دینداری هم در صورت امکان جایگاهش رو پیدا بکنه. بحث این نوبت ما تمام است. السلام علیکم. شما فرمودید که خسته نباشید، خیلی ممنون. که صحبتتون فرمودید که معجزات پیامبران به خاطر همون همت و اراده و انرژی که خودشون داشتن بوده. میخواستم بدونم که چه اتفاقی در این دنیای مادی به وجود اومده که دیگه این دنیا پیامبرخیز نیستش، یعنی دیگه پیامبری نخواهد اومد؟ چه اتفاقی در این هستی مادی و ماده در من افتاده که دیگه پیامبری نخواهد افتاد؟ نخواهد آمد.
بعضی که معتقدن اومده. خب برخلاف نظر اونو البته. عرض بزرگتون که واقعا بیان این خیلی سخته، یعنی به خاطر اینکه خیلی مجهولات در اینجا وجود داره، یه معادله است که هزارها مجهول داره، گمان نمی کنم بتوان به راحتی حلش کرد. من در بعض از نوشته های خودم هم آوردم که مسئله خاتمیت، یعنی اینکه دیگر پیامبر نخواهد آمد، یک مسئله درون دینی است نه بیرون دینی. اونچه که الان شما سوال می‌فرمایید در حقیقت مفروضتون این است که یک امر بیرون دینی است، یعنی عقلاً میتوان این مطلب رو تحلیل کرد بدون توسل به هیچ آموزه دینی. من گمان نمی‌کنم، یا دست کم من چنین نیافتم، چنین دلیلی رو نفهمیدم و پیدا نکردم، در نگاه سخنان دیگران هم نیافتم. حد اکثر کاری که ما میتونیم بکنیم این است که تحلیل کنیم خاتمیت رو، یعنی بگیم که چرا گفته شده است که پیامبر دیگری نمیاد. اما اینکه چرا گفته شده است، یعنی احتمالاً از روی، یعنی بر چه مبنایی چنین سخنی مطرح شده، اما اینکه حقیقتاً عقلاً علماً فلسفتاً به دنبال کشف صفات عالم یا کشف خصوصیات تاریخی دوران خودمون برویم و از توی او بخوایم استخراج کنیم که دیگه امکان ظهور پیامبری نیست، فکر نمی کنم کار کامیابی باشه. ببینید، خب جواب سادهش باز در دینداری معیشت اندیشی که خداوند دیگه پیامبر نمی فرسته، همین، و حکمت خودش اقتضا کرده. حالا حکمت چه بوده؟ ما که نمیدونیم، ما که خدا نیستیم. حتما یه حکمتی داشته که گفته همین مقدار پیامبران بسن، دیگه نمیشه. میتونید یه ذره جلوتر برید بگید خداوند تجربه کردید هرچی بیشتر پیغمبر میفرسته اختلافات بیشتر میشه و کفار بیشتر میشن، گفت دیگه همین مقدار بسه. یادمه که در ایران سوال و جوابایی که بعضی از علما کرده بودن، کسی از آقای مصباح یزدی پرسیده بود که چرا 12 تا امام، چرا بیشتر نه، چرا کمتر نه. ایشون هم گفته بود که بله، با 12 تا امام اون مقصدی که خداوند داشت برآمد و به مقصودش رسید، دیگه بیشتر. من یه جایی نوشتم خب اگر 15 تا امام هم بود شما همینو میگفتی، میگفتی با 15 تا امام اون مقصود خدا حاصل شد، اگه 6 تا هم بود همینو. این اون که از شما سوال کرده اینو نمیخواد بگه، میخواد یه چیز خاصی شما بگی که با این عدد 12 و با این اشخاص معین ارتباط داره، نه به طور کلی. خب بله، هر چی تو این عالم اتفاق میفته لابد خداوند یک مقصدی داشته، اگر این معنایی هم داشته باشه مقصد خداوند، حالا شاید بعدن هم بحث بکنیم. عرض میشود که منم در نوشته‌های خودم آوردم که با استنباط از سخنان مرحوم اقبال لاهوری، بله، یعنی جهان چنان شده است که دیگه پیامبرخیز نیست، خاک تاریخ پیامبر پرور نیست. ولی اینم جواب سوال شما نیست. شما میتونید از من پرسید مگه خاک تاریخ چجوری شده که دیگه پیامبر پرور نیست؟ اقبال لاهوری اون چجوری شدن رو هم قدری توضیح داده بود که مورد نفی و اعتراض و انکار علمای ما، مخصوصا مرحوم آقای مطهری قرار گرفت. او خلاصه حرفش این بود که دوران پیامبران دورانی بود که آدمیان عاطفی عمل می‌کردند، در سطح ایموشن، عاطفه و خیال بودند. از وقتی که دوران عقلانیت یا به قول او عقل استقرایی آغاز شد، دیگه پیامبران نیامدند. او البته این رو به میتوان گفت از برکسون گرفته است که خلاصه خود حیات رفته رفته ترقی میکنه و به جایی میرسه که عقل رو میپروراند و با آمدن عقل دیگه حاجتی به پیامبران نیست. به تعبیر دیگه تا اون موقع بشر احتیاج داشت که کسی از بیرون دستش رو بگیره، اما وقتی که دست به زانوی خودش گذاشت و بر پای خودش ایستاد دیگه چنین احتیاجی نداشت. خب این سخن البته استعداد بدفهمی بسیار داره. مرحوم آقای مطهری انگشت روی همین حرف نهاده و گفته که شما
نمیگی ختم نبوت، در واقع میگی ختم دیانت. حرف تو یعنی به اقبال میگه، یعنی حرف تو این است که دیگه بشر به دین احتیاج نداشت، نه اینکه به پیامبر احتیاج نداشت، ولذا آمدن پیامبران متوقف شد، آدمیان هم عاقل شدن و احتیاجی به دین نداشتن، احتیاجی به دستگیری از بیرون نداشتن و همون شد که خیلی ها امروزه میگن. ولی واقعش اینه که اقبال اونو نمیخواد بگه و معناش هم این نیست و اینجوری هم نباید سخنش رو فهمید. معنای او این استش که آدمیان از این پس پیام پیامبران رو تفسیر میکنند و کارشون اینه. دیگه پیامبر تازه نمیاد که بگه اون پیغمبر قبلی منظورش این نبود، شما اشتباه کردید، عیسی بردار نرفت، نمیدونم موسی چنان نکرد، این چیزا نبود، حق مطلب این است که من برای شما دارم میگم. انصافش اینه که شما اگر تورات رو بخونید، انجیل رو بخونید، مسیحیت رو خوب ببینید، گرچه که یهودیان و مسیحیان رو ما به هر حال مهتدی میدانیم، یعنی بالاخره پیروان پیامبرانی هستن، اما خدایش اون چیزی که در اسلام آمده تصحیح اون باورهاست، یعنی هیچ تردیدی در این نمیتوان کرد. اونقدر کجروی در اونجاها هست که جز با یک تکلفاتی نمیشه از اون کجروی ها رهایی پیدا کرد. لذا این درسته که دین با یهودیت شروع شد، عیسی بخشش رو کنار گذاشت، اگر انجیل تماما از آن او باشه، منتها اتفاقاتی افتاد و افکاری در مسیحیت پدید آمد، پیامبر اسلام واقعا یه جوری میزون کرد و افراد رو به جاده وسط راهنمایی کرد. خب در واقع دیگه پیامبر دیگری لازم نیست، در واقع برای اینکه بیاد از این به بعد دیگه ما تجربه پیشین پیامبران برامون کافیه و شریعتی که آوردن. آدمیان از این پس دیگه مفسران این پیامبران خواهند بود، یعنی به دینشون احتیاج دارن اما به پیغمبر تازه احتیاج ندارن، تأسیس تازه لازم ندارن. این تازه به اعتقاد مسلمان هاست، ولی شما یعنی این درون دینیه، منظور اینه. ولی شما سراغ بهایی ها بریم میگه نخیر، ما پیغمبر تازه هم داریم و آورده ایم و آمده است و احتیاج هم داریم و تعلیمات تازه میده. و مرمون ها در مسیحی ها و در آینده هم که چه خبر داریم، ما ممکنه پیامبران دیگه ظهور کنن. اما مسلمان ها بنا به تعلیمات پیامبرشون معتقدن که به پیامبر دیگری نیاز نیست، همین مقدار که دارن کافی است، بیش از این همشون رو باید مصروف فهم کلمات او، تفسیر کلمات او، بروز کردن اونها، پیرایش اونها بپردازن، مصروف اونها بکنن. و اگر کسی دیگری هم آمد و بانگی به نام نبوت برداشت، اعتنایی به او نکنن. این خلاصه، یعنی در خاتمیت یک نفی هست و یک ایجاب. نفیش مخصوصا خیلی مهمه که اگر کسی دیگه آمد خودش میدونه و پیروانش، شماها کاری نداشته باشه، اعتنا نکنید، دیگه پیامبر دیگه شما احتیاج ندارید. اقبال این رو به زبان خیلی عالی هم بیان کرده، میگه واقعش این است که ختم نبوت ما رو آزادترین قوم در جهان کرده است. ما از آسمان آزاد شدیم، از کسانی که به شکل پیامبری و به شیوه اونها میخوان بیان و سوار ما بشن یا به ما فکری تزریق کنن، ما دیگه از اینا آزاد شدیم. خودمون حق تفکر داریم، خودمون حق تأمل و تفسیر داریم، دیگه هیچ کسی از یک موضع رسمی الهی نیست که بیاد با ما صحبت کنه و چیزی رو به ما الزام بکنه. توجه میکنید؟ خب این خیلی نکته مهمی است. او در واقع میگه خاتمیت ندای آزادی مسلمانان است، به شرط اینکه پیغمبرهایی یا شبه پیغمبرها از مینو خودشون نتراشن یا یک کسای نیان و همون ادعاها رو به نامهای دیگری نکنن. بله. من دو تا سوال در این مورد دارم. یکی این که شما فهمیدین که هر چی که در طبیعت میاد در واقع جزی از طبیعت و مادی طبیعی میشه، حتی در مورد پیامبران همتشون یا حالا هرچی، اگر اینو ما بپذیریم، شما
در واقع جزء غیر مادی بشر رو در این مثال آینه چجوری توضیح میدیم؟ یعنی ما اگر برای وجود که ما میگه خداوند گویی که همه وجود توی عکسش در آینه افتاده و هر اتفاقی داره میفته به خداوند تکیه داره وجوده، ولی تمام تک تک این موجودات اگر ما بهشون یه ماوراءطبیعی قائل باشیم که حالا با مرگ میگیم که قسمت مادیش از بین میفته و یه ماوراءطبیعی هستش با اون وجودی که میمونه، اون وقت شما این رو در این رابطه یه چیز چجوری توضیح میدین؟ یعنی این کجای این آینه قرار میگیره؟ یعنی توی آینه قرار میگیره همیزن؟ بله توی آینه است. ما هیچ چیز بیرون آینه نداریم، ما هیچ چیز بیرون جز خود خداوند. تمام مخلوقات، تمام ماسوالله همشون در آینه. این که من میگم در آینه فقط مادیات رو نگفتم، فقط طبیعیات رو نگفتم، همه مخلوقات رو گفتم، همه اونچه که صفت وجود دارن، صفت مخلوق دارن، همه اینها در واقع وجود آینه ای دارن، بدون استثناء، بدون استثناء. از ملائکه باشن، از نمیدونم جن باشه، پری باشه، حالا هر که هست یا نیست ما اسمشون رو نمیدونیم، به قول حکما عقل اول باشن، عقول قاهره باشن، ارواح مجرده باشن، نفوس قادسه باشن، نمیدونم انوار اسفحبودیه باشن به قول شیخ اشراق، هر که هست، تا این موجودات طبیعی که میشناسیم و خود ما و جانوران و میکروبها و کرمها، از اون نازلترین و دانیترین تا عالیترین موجودات و مخلوقات، اینا همه تو آینه هم. بر از این حیث هیچ فرقی با هم ندارن. منتها تو همین آینه هم شما نگاه کنید یک تصویری چاقتره، یکی بلندتره، یکی کوتاه‌تره، یکی مثلا زیباتره، یکی زشتره، اما همشون تصویری هن. اونو فراموش نکنید. در نه این که تصاویر با هم فرق دارن البته. اینطوریه دیگه. آره دیگه، بله، مثلا یه چنین چیزی میتونید بگید تفاوتی بین خود اونها هست. یعنی وقتی شدیم تصویر آینه‌ای از یه حیث همه یکسانیم، اون همون حیث امکانیته، حیث متکی بودن است، حیث آینه‌ای بودن است، اما تو خود آینه ما با هم تفاوت داریم. بله، یعنی همین دیگه، یکی چاقتر، یکی زیباتر، یکی زشتر و امثاله. ببخشید استاد، آیا میشه گفت مثلا اینشتین و پاستور و دانشمندانی نظیر اونا هم پیامبرانی هستن به نوع خودشون؟ خب اونا هم تعمیرات خیلی زیادی در این مجازن میخواید بگیدی؟ خب اشکالی نداره، چون اینا نوابغ بودن، پیامبران هم گویا که نوابغ بودن از این حیث، بله، ولی بالاخره پیامبر یه تعریفی داره. پیامبر اون است که پیام الهی رو میاره، یعنی برای عاقبت ما، برای سالویشن، برای نجات و رستگاری کاری میکنه و در قبضه تصرف یک روح بزرگی است و امثال اینها. ما به اونا پیامبران میگیم. شما الان میتونستید مثال مولانا رو بزنید، میتونستید مثال دیگران رو بزنید. در خود مسیحیت چقدر از این سنت ها بودن. همین رو من میخواستم بگم در دنباله جواب سوال ایشون که فراموش کردم، که واقعش تاریخ به یک معنا هم همچنان پیامبر پروره، منتها اینا دیگه مأموریت پیامبری ندارن، اما اون خصلت ها و اون روحانیت ها رو دارن. کسانی که به هر حال قدرت روحی بالایی دارن، ادراکات ویژه‌ای دارن، توانایی های خاصی خدا بهشون داده، ولی به همون دلیل هم خودشون حد خودشونو میدونن، نمیان بگن که ما پیغمبریم، ما دین تازه آوردیم، اینو نمیگن. همشون میگن ما فهم تازه‌ای از همون دین، از همون شریعت داریم ارائه میکنیم، که حقیقتاً هم وقتی به آثارشون نگاه میکنید همینطوره. چنان ادعاهایی رو مطلقاً ندارن، در این حال اون چه که پیش روی ما میذارن، در اختیار ما قرار میدن، میشه گفت که یک میوه ایست که از همون شاخسار چیدن و در اختیار ما قرار، یا اینکه مجملهای اونها رو برای ما چکار میکنن، مفصل میکنن، تفصیل میدن، تبیین میکنن. مولانا نسبت به خود پیامبر اسلام میگه در گشاد ختمها تو خاتمی، در جهان روح بخشان حاتمی.
پیامبر قفل‌های ناگشوده مانده بود، از دم انا فتحنا برگشود. سخن مولوی میگه پیغمبر اومد یه قفلایی رو وا کرد، واقعش قفلایی که مونده بود، همچنان مانده بود در سخنان پیشینیان، اومد بازش کرد، تشریح کرد و اینها رو یاد ما داد. بقیه هم همین راهو میرن، بازم قفل وا میکنن، بازم قفل رو بدون اینکه ادعای پیامبری داشته باشن، در مراتب خودشون دیگه. البته به این معنا در آسمان بسته نیست، اما به یک معنای دیگری که کسی از موضع پیامبری بیاد به ما الزام کنه و تکلیف کنه که حق همین است که من میگم و لا غیر، این رو ما دیگه نداریم، اینو نباید از هیچ کسی قبول بکنیم. حالا بعضی از علمای ما ممکن همچین حوثهایی تو سرشون باشه، ولی شنونده باید عاقل باشه. من دو تا سوال داشتم. شما که مقداری هم خوابم بودین، اگر همشو بیدار بودین چقدر صحبت های ما خوب بود. با عرض معذرت. نه، سخنان من گاهی خواباورم هست، خودم میدونم، ولی از اون داروهای خواباور بی ضرره. بله بفرمایید. صحبت‌های آقای مرشد چلستری می‌شنیدم که ایشون می‌گفتن اصلا سوال از این که ما بگیم خدا هست به لحاظ فلسفی سوال غلطیه، چون که وقتی میگیم خدا هست یعنی خدا هم یه موجودیه مثل بقیه موجودات خیلی خاص. در نتیجه ما اصلا این سوالا رو نباید هیچ وقت مطرح کنیم. چون مثلا سوال نظرتون در مورد این بدونم، و یکی هم بحث آینه رو که مطرح کردیم، مثلا مولانا اونجایی که میگه این سنا گفتن زمن ترک سنا هست که این دلیل هستی و هستی خطاست، منظورش همین از اون که این دلیل هستی و هستی خطاست. بله، از می شود من اون جمله رو از آقای شبستری به یاد ندارم، حالا حتما شما دیدید. و خب برای اینکه داوری درستی بکنم باید کاملا بخونم قبل و بعدش رو. این درسته، اگر ما هست رو به همین معانی متعارف بفهمیم که عمدتاً هم همینطوری میفهمیم، خب در مورد خداوند خیلی سخته که این هستی رو به کار ببریم. ما از هست همین وجودات مادی میفهمیم، همین وجوداتی که منحازن، این از یکدیگر جدا هستن، و وجودی که بسیط باشه، وجودی که بی نهایت باشه، ما که این چیزها رو ندیدیم، این چیزها رو درک نکردیم. هستی رو وقتی که برای او به کار ببریم خیلی معنای متفاوتی خواهد داشت. از عارفانی هم بودن که گفتن کلمه هست رو یا موجود رو برای خدا به کار نبرید، به خاطر همین که برای این اشتباهات رو پیش میاره. ما رو به یاد صفتی از اوصاف میاندازه. ما وقتی میگیم فلان چیز موجوده، مثلا این دفتر موجوده، که نه، اون دفتر یه چیزه، یکی از اوصافش هم اینه که وجودم داره، ده مثلا 50 برگم داره، سفیدم هست، قیمتش هم فلان مقداری، یکیش هم اینه که موجوده. کمتر ما توجه میکنیم به اینکه اونا همه هیچن، همش همینه، فقط این موجوده، بقیه همه تابع اونن، ظهور اونن. ما گویی که او رو صفتی از اوصاف این میگیریم. در تورات هست که وقتی خداوند بر موسی تجلی کرد و با او سخن گفت و گفت برو به قوم خودت چنین بگو چنان بگو، بعد موسی گفت خدایا من برم به قومم بگم کی با من حرف زد، یه توصیف ارائه بده کی این چیزا. گفت چی؟ من آنم که هستم، بیشتر از این درباره من نمیشه گفت، عیناً در تورات است. من آنم که هستم، من آنم که چه هستم و چه نیستم. این چه وقتی آمد پای ماهیت میاد و مشکلات ایجاد میکنه. واقعش اینه که جهان هم همینطوره و ما از وجود درک خیلی خوبی نداریم، درک درستی نداریم. لذا اگرم بگیم خدا هست و خدا نیست، خیلی وقتا شاید بله تو ذهنمون تلقیهای ناراستی از این معنا داشته باشیم. این اجمالا چیزیست که الان میتونم بگم، مگر اینکه من نوشته ایشون رو بخونم. اما اینکه در مورد یعنی اون شعر مولانا پرسیدید، ببینید مولانا یعنی عارفان ما کلمه وجود رو اساساً به وجود انسان و به ادعای وجود بله اطلاق می‌کردن. می‌گفتن که وقتی که من مدعیم که هستم، این خودش یک ادعاست و در مقابل خداوند این ادعای گزافی است. و به همین سبب است که مولوی می‌گوید که بله من اگر بگم دارم مدح تو رو می‌کنم،
این در واقع خلاف مدح کردن است، چون دارم ادعای وجود میکنم، میگم منم هستم در مقابل تو، تو ممدوحی، من مداحم، یکی تو یکی من، یه اصلا خطا اندر خطاست، کن دلیل هستی و هستی خطاست. حالا یه عارف دیگری این حرف رو در مورد گناه کردن هم میگه، میگه بد کردم و اعتذار بدتر ز گناه. حالا مولانا اینجا میگه مدح کردن که در واقع در اون لافه و ادعای استقلال آدمی هست نارواس، این میگه که این فقط تو مدح کردن است، تو توبه کردن هم هست. بد کردم و اعتذار بدتر ز گناه، زیرا که در این هست دعوی تباه، دعوی وجود و قدرت و دعوی فعل، لا حول ولا قوت الا بالله. میگه سه دعوای باطل در این هست، یکی این که میگم من هستم، دومی که بگم قدرت دارم، سومی که بگم فاعلم هستم، کاری هستم، هر سه تا دعواهای تباهن. یعنی در اونجا که میرسه از این دیدگاه، البته اعتراف به هیچ بودن خودش بالاترین توبه است. واقعا اگر کسی به این مرتبه برسه که خودش رو هیچ ببینه، همه چیزاش میسوزه من جمله گناهاش، بله حاجت به توبه اضافه هم نداره. و یک کسی اگر به این درجه برسه که او قدرت بر مدح کردن نداره، این بالاترین مدحه. کمال توحید نفسی، اون صفات خداوند است که ازش نفی میکنیم، نه صفات از خودمون. بله بفرمایید. سلام و ادب استاد عزیز، واقعا سر تعظیم در خواهش میکنم، فقط در مقابل خداوند خیلی شما که خیلی مشتاق همیشه دیدار شما هستن دارم پیغام میارم بازم که گفتن رندان سلامت میکنن، جان را سلامت میکنن. بانوی محترم سیما جان گفته که هیچ سخنی از شما نیست که توش نکته تازه و اعجاب آوری نباشه. سوال ایشون بوده که میگه همه انسان ها حشر و نشر ندارن، ایشون متعهد شده که چرا چه چیزی این با قرآن مطابقت داره. البته من خودم توی سوره یونس آیه 28 که میگه به خاطر بیاورید روزی را که همه آنها جمع میکنیم، سپس به مشرکان میگوییم شما معبودهایتان را در جای خود باشید، سپس آنها را از هم جدا میکنیم. حالا این سوال رو خیلی دیگه هم از من کردن از طریق ایمیل و از طریق مدرسه مولانا، به دنبال بحثی که من همینجا داشتم در باب معاد و در سلسله همین دروس، و اونجا اشاره کردم که بعضی از فیلسوفان معتقد بودن که برای همگان حشر نیست، حشر سزاوار یا متناسب است با کسانی که نفس ناطقی دارند و قوه عاقله‌ای دارند و از حد حس و خیال هم عبور کردند و به درجه از تجرد رسیدند که اون تجرد موجب بقاء اونها می شود. من این رو از قول فیلسوفان نقل کردم، ولی نظر قرآن این نیست. گفتم این با ظواهر قرآن منافات داره، سازگار نیست، به خاطر اینکه در قرآن علی ظاهر حشر برای همگان برشمرده شده است. حتی اگر قبول کنیم، یعنی به ظاهر مراجعه کنیم، خب برای بعضی حیوانات هم مثل وحوش هم حشر در نظر گرفته شده است. حالا چگونه که اینها رو ما نمیدونیم، اما من نظر خودم رو که در باب معاد عرض کردم و الان میکنم، تمام اینها رویاهای پیامبر است و ایشون در رویا دیدن که وحوش محشور شدند. اما اینکه تفسیر یا تأویل این رویا که در خواب ببینیم که وحوش محشور شده ان چیست، آیا واقعا خود حشر وحوش است یا چیز دیگر است، این امریست که باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. اما به اون دلیلی که فیلسوفان گفتن، یعنی مسیری که برای اثبات نفس ناطقه پیموده اند و اینکه چگونه آدمی صاحب نفس میشه و این نفس به چه درجه از تجرد باید برسه تا موجب بقاء او بشه، اون مسیر البته لا محاله، نتیجهش همان است که همه صاحب چنان نفسی نیستند و در افق حیواناتن و بنابراین اصلا حشرم برای اونها متصور نیست. توی اون دستگاه فلسفی این مسئله اینجوری جواب میده. من خواستم بپرسم که
ما قبول داریم که کرامت رو برای مسلمانان میدونیم یا کلن کسایی که وابسته به ادیان الهی هستن و معجزات رو برای که اونها هم میگن مثلا توی دین هندو یا جوکی ها یا کسایی که یه همچین کارهایی میکنن اینها رو صنعت میدونی. من میخوام ببینم مگه اونها، من اینو میپرسم، اگر که کسانی که با توجه به این که واقعا به توحید معتقدن و کرامه نیروهای نفسانی اونها کرامت هست، مگه اونهایی که اعتقاد به دینهای الهی ندارن ولی همین کارها رو انجام میدن، ما اینو کرامت نمیدونیم و میگیم صنعته. اونها هم با نیروهای نفسانی خودشون این کار رو میکنن میگه. بله، حالا شما چرا میگید اونا صنعته؟ من نمیدونم. و بله، حالا مسئله نامگذاری نیست. ببینید، مطلب اینه دیگه که کسی یه کاری میکنه که به حسب ظاهر خارق عادت است. این کلمه خارق عادت کلمه خوبیه، همه متکلمان ما هم همینو بگه، یعنی اون جاده‌ای که عادت داره، حوادث عادتاً چنان رخ میدهند، اون رو مثل یه رشته‌ای پاره میکنه، خرق عادت میکنه و به طریق دیگری موجب پدید آمدن حادثه میشه. فی المثل بیماری رو شفا میده، بیماری که همه داروها و همه طبیبان از بهبود او عاجز مانده اند، ولی اون شخص میاد او رو شفا میبخشه. بله، این شخص میتونه هر کسی باشه، این نیرو به هر طریقی قابل تحصیله. شما میتونید یک موحد باشید، میتونید غیر موحد باشید، فقط یه چگونگی هاییست که در روح آدمی باید پیدا بشه. ممکنه شما به طریق عبادت راحت تر، سریع تر اون چگونگی، اون سرمایه، اون همت روحی رو پیدا کنید. دیگران هم به شیوه دیگری، اگر دیده باشید عموماً برای تقویت این نیروهای روحی افراد معمولاً خلوت نشینی میکردن، کمخاری میکردن، کمخوابی، اتفاقاً شیوه هاشون همه مشابه هم دیگه بوده، برای اینکه به اصطلاح از این تفرق خلاص پیدا بشه که نیروهاشون رو منشعب کنن، متفرق کنن به جوانب مختلف، همه رو در اختیار بگیرن و یک جا جمع کنن، تمرکز پیدا کنن. این میتونه راحت حادثه آفرین باشه. فرقم نمی کنه مسلمان نامسلمان، ما این کرامات رو از همه اقوام دیده ایم، در بودایی ها بوده است، در غیر آنها بوده، هیچ فرقی نمی کنه، در مسلمان ها هم بوده. بلی که اینا همه منوط به نیروهای نفسانی. بله دیگه، دقیقا. بله، همون دیگه. به همین دلیل یک حادثه طبیعی است. من همه حرفم این بود، منتها یک حادثه طبیعی نادر، یعنی جهان بر مدار اونها نمی گرده، اما می تواند که در این جهان رخ بده، مثل خیلی چیزهای دیگه که تو این جهان نادره دیگه. حالا حکما هم خیلی بحثشو کردن، حالا من نمیخوام اون رو، مثلا ابن خلدون یه بحثی داره که چرا طلا کمه، و خب اینا معتقد بودن لابد اصلا این اراده خداوند بوده که طلا کم بشه که بتونه پول بشه و مردم ازش پول بسازن و جوامع اداره بشه و امثال اینا و امثال اینها، و مثل آهن زیاد نیست، مثل مس زیاد نیست. ارواح هم همینطورن. اتفاقا همین هم در بعضی از نوشته ها هست که بعضی ها مثل طلا میمونن، بعضی ها مثل نقره میمونن، بعضی ها مثل مفرق و آهن و حلبی و اینا میمونن. به هر حال همه طلاها اینجا جمع شدن البته، ولی قرار بر این هستش که طلا کم باشه دیگه، و هر کسی به درجه ای از درجات به این کمالات روحی میرسه. بله، من پرسیدم برای که توی یک از مباحث آقای طباطبایی، یک از استادانی که درس ایشون رو تفسیر کرد، ایشون میگفت که ما به طور کلی قبول نداریم کسایی که بر معجزاتی که از اون طریق به غیر از راه های توحیدی معتقدان به توحید ارائه میدن، ما اونها رو صنعت میدونیم. به خاطر همین طی سلوک اونها هم کوتاه‌تره و اکسیری به این مقامات و درجات میرسن، بنابراین ما اونها رو نمیتونیم بگیم در حال به طریق وصله.
بله، حالا من اون جزئیات که مورد نظر من نبود، بیشتر بحث من این بود که حالا چه اونجوریش چه توحیدیش طبیعیه. بله، بحث من بیشتر این بود. بله، بفرمایید. با تشکر از صحبت پدرهای دکتر، در این گفته هایی که در مورد دعا و شد که در بونش جهت توکل نهفته است و بعد صحبتی که در مقام راضی بودن به رضای حق، اون حد فاصل رو چگونگیش ببخشید، حد فاصل چی با چی؟ بین اون مقام دعا کردن به جهت توکل منظوشه و اون مقام راضی بودن به رضای حق. بله، ببینید اینا هر کدومش با همون نیازهای آدمی بستگی داره. چند تا بحث اینجا هست. یه بحث هست که غزالی مطرح کرده که طبعا همین مسئله دعا و غیره رو و بعد رضایت به رضای حق و بحث قضا و قدر، اونجا میگه که نه، دعا کردنم خداوند راضی است از دعا کردن، لذا شما اگر دعا کنید خلاف رضایت خداوند نیست، نترسید، او خودش اجازه داده و به قول مولانا هم دعا از تو اجابت هم ز تو. دعا رو تو آغاز میکنی، دعا رو تو یاد ما دادی، اجابتش هم با توست، ایمنی از تو، محبت هم ز تو. این یکی. اما نکته دوم که باز در کلمات مولانا هست و دیگران هم البته گفتن اینه که شخص عارف به جایی میرسه که دیگه دعا نمی کنه، برای اینکه به همون جایی که قبلا اشاره کردم، به جایی که در واقع خواستی نداره. ماها خب خواسته هایی داریم دیگه، ماها وجودمون و خواسته هامون منحل در اراده و خواست خداوند نیست، برای خودمون هوایی داریم، امیالی داریم و دلمون میخواد اینا هم برآورده بشه، دعا میکنیم که خوبم هست، زندگی همینجورا میگرده، از همه آدمیان نمیشه خواست که به یه درجه برسن که بگن که ما هیچ نخواهیم. به قول سعدی گفت به درویشی گفتن که دلت چه خواهد، گفت اون که دلم هیچ نخواهد. خب این هم خودش یه مرتبه ایست، یه منزلتی است. به قول مولانا گفت من گروهی میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا، از قضا که هست رام اون کرام، جستن دفع قضاشون شد حرام. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص، حسن زنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامعی کبود. میگه اونا خودشون رو تسلیم قضای الهی کردن و هیچ چیزی خلاف قضای الهی رو نمیخوان، بنابراین دعا هم نمی کنن، برای اینکه در دعا نوعی استقلال یا نوعی چلنج با خواست خداوند میبینن. اینا به مراتب روحی، سفر روحی آدمی بستگی داره که تا کجا رسیده باشه. من یک سخنرانی داشتم تحت عنوان راز دعا که منتشر هم شده، اونجا خیلی بیشتر در این باب سخن گفتم و یکی از نکاتی که اشاره کردم همین بود که غرض از دعا کردن اتفاقا این است که ما از مرحله دعا بگذریم. یعنی این خودش یک نکته است که همیشه آدمی در این مرحله باقی نماند، گرچه اگرم بماند بد نیست، یعنی ناپسند نیست، اما پسندیده تر آن است که شما ارتفاع و ارتقاء پیدا بکنید و روحتون چنان تمرین بکنه و نظمی پیدا بکنه که در سطح دیگری با خداوند تماس بگیرید یا زیر ظل ولایت او باشید. همش خوبه و بستگی به درجات آدمیان داره. یک دعا. بله بفرمایید دیگه، سوال شما آخری سوال بفرمایید. ما خیلی خواستها داریم، تمایلاتی داریم که اینها رو خدا خواست خدا نیست. حالا بحثمون آینه است و سوال من در واقع اینه که خب علم خدا در آینه است و اراده خداوند در آینه است و چیزایی، یعنی هرچه هست او. و اما اینجا مسئله اراده خداوند است همه چی. دوباره نقش، ببینید من جبر عاشقانه رو کاملا حس می‌کنم، یعنی
تصویر رو میتونم ببینم، هرچی از اوز خواست اوز و رضا به خواست اوز. ولی بحث اختیار و جبر اینجا برمان هست. بله دیگه، حالا اختیار جبر رو که در این مثلا دقیقه 90 شما نمیخواید ما حل کنیم، اجازه بدید یه وقت دیگری انشاءالله. فکر میکردم که آخر وقت یه نفر بگه این آینه، حالا بد نیست. من اتفاقا جبر ماتریالیستی رو که اونم جزو مسائل جهان مدرن ماست، این رو هم انشاءالله مطرح خواهم کرد. از شما انتظار نداشته باشید مسئله جبر و اختیار حل بشه با این همه فیلسوف در طول. نه، کارو خراب نکرده، کارو خیلی روشن‌تر کرده، شفاف کرده. بله، هر جوری بگید شما به همین جاها میرسید، فقط بیان وقتی شفاف‌تر بشه البته آدم مسئله رو هم راحت‌تر و روشن‌تر میبینه. خود مسائلی است که ایج اولد پرابلم به قول معروف، و ان شاء الله در وقتش من صحبت خواهم کرد روش. مثال آینه واقعا کمک کرد، یعنی اصلا مثال از من هم نیست، بزرگان گفتن ما هم تأثیر کردیم. بله، با اجازه دید.